درباره تربیت فرزند میگویم. امروز شکوه‌ها و شکایت‌ها و گله‌ها زیاد است. جوانای ما خوب نیستند، جوانای ما منحرف شدند، معتاد شدند، شرابکار شدند، فیلم‌های مبتذل رد و بدل می‌کنند، ماهواره نگاه می‌کنند، فلان می‌کنند، فلان می‌کنند. ولی می‌دانید که اسلام چه می‌گوید؟ قرآن چی میگوید؟ الله و رسول الله چی میگویند؟ میگویند اگر پدر و مادری و جامعه فرزند صالح میخواهد باید چهار نفر صالح باشد. اگر ما میخوایم که دختر و پسرمون صالح باشند و مصلح باشند و عالم و دانشمند و مفید و پاک باشند و خدمتگزار جامعه باشند و آبروی جامعه اسلامی باشند، باید چهار نفر اول خوب بشوند. این چهار نفر کیست؟ اولین کسی که باید خوب بشود پدر هست. اگر پدری پسر خوب میخواد، باید خودش اول خوب باشد، چون پدر خوب نباشد پسر خوب نفلد. اگر باشد اون یک معجزه است. یخرج الحی من المیت و المیت من الحی. اون یه بحث جداگانه است، اون قاعده کلی نیست. پس اگر فرزندان خوب بشوند، باید چهار نفر خوب بشوند. اول پدر. سوال: فرزندم چرا خوب نمیشوید؟ چرا آدم نمیشوید؟ چرا تابع نمیشوید؟ چرا با خدا نمیشوید؟ اول تو خودت بگرد، جلو آینه بنشین، جلو آینه خود تنهایی. فلانی تو خوب هستید؟ خودت خوب هستید؟ صالح هستید؟ پاک هستید؟ رابطت با خدا چقدره؟ یک شاگردی از من سوال کرد، گفت جسارت نباشه جناب استاد، تو استاد منی. شاگرد این سوال ازت بکنه جوابت چیه؟ گفتم هر سوالی داری بکن. گفت رابطه تو با خدا چقدر خوبیست؟ چقدر این شاگرد روی خودش کار کرده تا به خودش اجازه داده به شیخش بگه رابطه تو با خدا چقدر خوبیست؟ اگر اصحابی بود اونجا، اگر این سوال تو جمع میکرد همونجا خفش میکردی، خوردش میکردی. ولی این بزرگترین خدمت به استاد کرده. از روزی که از من سوال کرده فقط فکرم مشغول کرده. استاد رابطه تو با خدا چقدر خوبه؟ تمیز چه سوالی بود. اگر من واقعا این فکرم به کار بندازم، چه هدیه به من داد. خودشم نمیفهمید، دست پاش میلرزید. گفت جسارت نباشه، منظوری ندارم. نه، این بزرگترین خدمت به استادت کردی تو. اما آیا منیت ما اجازه میدهد که بپذیریم؟ اگر فرزندان خوب میخواهیم، باید پدر خوبی باشیم، مگر نه فرزند خوب نبید. یک روزی من ایستاده بودم کنار یک مردی، مرد من نمیفهمیدم سیگاریه، در خانش ایستاده بودیم. یک دفعه پسر 5 ساله 6 ساله در آمد. با پسرم بیاید محمد، محمد، محمد بیا اینجا، محمد آمد، اسمش محمده، محمد بیا اینجا، 5 سالشه 6 سالشه. دست کرد تو جیب 1000 تومن در آورد. گفت محمد سوپرمارکت نزدیکه، برو یه پاکت سیگار ونستون بخر بیا رای بابا. اسمش محمده، دست میکنه تو جیبش، بابای سیگاری، معذرت میخوام، 1000 تومن در میاره. میگه محمد 5 سالشه، برو سوپرمارکت یه پاکت برسون برای بابا بخر بیار. اینطوری تربیت میکنن؟
اگر این بابا پول دست بچه 5 ساله میداد، بابا این 1000 تومان بگیر اونجا یک کتاب فروشی هست، برو یه داستان پیامبران بخر بیار، یه کتاب مفید بخر بیار تا برات بخونم بابا، برو فقط داستان بخر بیار. جلو بچه هم فقط باز میکنه گود میکنه، برو کبریت هم بیار. من میگیم بچه های ما خرابه، بچه های ما شیطان شدن. گاه وقتی که شهرداری اعلام میکنه، گاه وقتی شهرداری اعلام میکنه، تو ظاهرا هم شهرداری هست، امروز روز پاکیزه پاکیزگی کوچه هاست، همه مردم بسیط بشن الان، دانش آموزا همه پلاستیک دستشون، آشغالای تو خیابون های زهدان کار بکنی دیگه چی شد؟ کوچه ها تمیز میشه، پوست پفک و پوست فلان و پوست فلان. من یه سوال میخوام بکنم، دختر و پسر ما اندازه پوست پفک ارزش ندارن که به فکر شما باشیم بلندشون بکنیم؟ پوست پفک باید تو سطل آشغالی ریخته باشه، چون جایگاهشون کجاست؟ بچه مسلمان جاش کجاست؟ مدرسه و دانشگاه و مسجد، اونو باید بلندش بکنیم، اونجا بذاریم.